بنامه خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز یکشنبه 19 جوزای 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 9 جون 2019 میلادی. به مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانانیوز آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. بررسی گزینه تحریم انتخابات از سوی شورای نامزدان. انتظار حرکت قاطع و میدی بزرگی را در روزهای بعد از این توقع داریم و انتظار میکنیم. حکم دادستانی کل بر جلب حبیب احمدزی و بازداشت کرام کریم. سامانه افغانستان زمینی که تیگی اعلامیه از اونا خواستار اسناد شواهد مدارک شد. چند روز قبل حکم مبنی بر احضار و جلوشان هم از جانب هیئت معذب صادر شد. و گروگان گرفتن کارمندان دولت از سوی مخالفان در سودان. مشروع خبرها. دسته انتخاباتی عبدالله رئیس جمهور غنی را به مصروف ساختن ولیها در کارزارهای انتخاباتیش متهم می کند. معاون دومی این دسته انتخاباتی می گوید رئیس جمهور به گونه فوق العاده از منابع و امکانات دولتی به گونه غیر قانونی کار گرفته و دفترهای انتخاباتی باز کرده است. همزمان با این شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز بررسی گزینه تحریم انتخابات را در پیوند به ادامه یک کار رئیس جمهور به بررسی گرفته است. دفتر سخنگوی رئیس جمهور اما می گوید رئیس جمهور در دو فرمان استفاده از امکانات دولتی را در پیکارهای انتخاباتی منع قرار داده است. با سیاد با جزئیات بیشتر. خواهش ما است که البته 22 می پیام دستی انتخاباتی حنیف اتمر. انتظار حرکت قاطع و میدی بزرگی را در روزهای بعد از این توقع داریم و انتظار میکشیم. انتظار می رفت که دستی انتخاباتی حنیف اتمر با یک شمار نامزدان ریاست جمهوری اعتراضات در برابر رئیس جمهور را پس از عید آغاز کند. در واکنش به دوام کار اشرف غنی برای آغاز اعتراضها شورای نامزدان فراخوان هم داد، اما در دو روز گذشته تاکنون کسی از بهر اعتراض صدا بلند نکرده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری ما تصمیم دارد که اگر اعتراض و انتقاد راه به جایی نکشد انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کند. جوانب مختلفش امروز ارزیابی میشه که ما چطور میتونیم تحریم وضع بکنیم که جلوی انتخابات پر از تقلب غیر شفاف و غیر عادلانه را بگیریم. دستی انتخاباتی رئیس اجرای حکومت وحدت ملی با نامزدان دیگر انتخابات روی یک موضوع دیدگاه همسو دارد. روی اینکه دستی انتخاباتی عبدالله هم میگوید ماشین کارزار انتخاباتی رئیس جمهور توسط منابع با امکانات دولتی در حرکت درآمده و دفترهای از پول دولت برای پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی باز شده است. استفاده های فوق العاده از منابع و امکانات دولتی صورت میگیرد. در این روزا والی ها مصرف کمپین هستند، عملا تحت عناوین سفرهای مختلف و تعییناتی که شما اشاره کردین. در جو پرتنش بین رقیبان کرسی ریاست جمهوری طرف ها پیامد تنش را بحران تازه برای افغانستان پیش بینی کردند. من هیچ سیاسون در افغانستان باید هیچ کلا دست کم قدم پرتنه کو چه دغه جبرانیدل به ډیر گرانی. دفتر سخنگوی رئیس جمهور اما میگوید رئیس جمهور در دو فرمان بند نهادهای ملکی و نظامی بهره گیری از امکانات دولتی را در پایکارهای انتخاباتی قطعاً من قرار داده است. دادستانی کل کشور میگوید حکم جلب آقای حبیب احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور که ارگ را متهم به فساد اخلاقی کرده بود را به پلیس دادند. دادستانی کشور در پیوند به ادعاهای آقای احمدزی از وی خواستار ارائه مدرک شده اند که تاکنون آقای احمدزی این مدارک را به دادستانی کل نسپرده است. از سوی هم شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از دادستانی کشور میخواهند این پرونده را بی‌طرفانه و دو جانبه قضاوت کند. علی اصغری با جزئیات بیشتر در این مورد. روزهای اخیر ارگ با اتهام‌ها روبرو شده است. پیشتر این اتهام‌ها از دستبرد به نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان، تقرری‌های غیرقانونی، فساد مالی یا هم تعصبات قومی بود. اما این بار کم سنگین‌تر،
مشاور پیشین رئیس جمهور به یک حلقه خاص در ارگ تهمت زده است که گویا آنها در ترویج فساد اخلاقی سهم دارند و در این پیوند مدارک نیز با خودش دارد. دادستانی کل به حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور یک هفته مهلت داد تا این مدارک را ارائه کند. لیکن تا کنون هیچ مدرکی به این نهاد عدلی و قضایی از آدرس احمدزی سپرده نشده است. از این رو دادستانی کل حکم جلب وی را صادر کرده است. تا هنوز کدام سندی یا مدرکی در ارتباط به ادعایشان ارائه کرده نتانستین و ارائه نکردن. سلام علی افغانستان زمینی که تیگ ایلامیه از اونا خواستار اسناد شواهد مدارک شد. چند روز قبل حکم مبنی بر احضار و جلوشان هم از جانب هیئت معزف صادر شده. در تماس با حبیب الله احمدزی خواستیم نظر وی را نیز داشته باشیم، اما وی حاضر به اظهار و نظر در این مورد نشد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده که ادعای فساد در ارگ باید توسط مرجع مستقل و بی‌طرف ملی مورد بررسی قرار گیرد، نه از سوی یک نهاد حکومتی. این شورا همچنین خواهان تعلیق وظایف افرادی که متهم به ترویج فساد و فحشا هستند شده است. ادعایی که از طرف آمازه شدن باید بی‌طرفانه بررسی شود. او ادعا کرده کسی که نامش یاد گرفتن محکمه تنوالی باید ار دو طرفه بررسی بکنه، نه که یک طرفه یک نفر سوال میکنن و یا میطلبن. دادستانی کل تا جای خیال شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را هم راحت میسازد. این نهاد میگوید دادستانی با تطبیق ماده 134 قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی پس از ارائه مدارک از سوی آقای احمدزی پرونده را به گونه دقیق پیگیری خواهند کرد و هیچ طرف داخل در این قضیه بیرون از بررسی نخواهد ماند. با آنکه 5 میلیون دلار آمریکایی هزینه آگاهی‌دهی برای ثبت نام تقویتی رای دهندگان شده است، اما نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که بیشتر این پولها حیف و میل شده است. از همین رو شهروندان کشور از روند نامنویسی برای انتخابات ریاست جمهوری بی‌خبرند. دیانا صمدی گزارش می‌دهد. کمیسیون مستقل انتخابات سرگرم نامنویسی تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری در 33 ولایت و نامنویسی عمومی در ولایت غزنی است. آگاهی دهی بر مردم اساس نامنویسی تقویتی رای دهندگان را برای انتخابات ریاست جمهوری شکل می دهد. اما آگاهان انتخاباتی می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات برای جذب مبلغان آگاهی عامه بیشترین هزینه را حیف و میل کرده است. بار دیگه است که یک هزینه مصرف میشه، بیجا مصرف میشه و نتیجه ما گرفته نمیتونیم. با این وضعیتی که کمیسیون انتخابات آغاز کرده، ما به طور قطع گفته میتونم که ما انتخابات بعدی بدتر از گذشته میداشته باشیم. نهادهای ناظر انتخاباتی استخدام بیش از 900 مبلغ آگاهی دهی به مردم را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات خیالی دانسته تاکید می‌ورزند که آنان هیچ مسئولیت در روند آگاهی دهی مردم برای نامنویسی تقویتی ندارند. استخدام مبلغینشان ما طرز دارند که باز مبلغین خیالی نباشه و پیسه زیاد در جیب بعضی از افراد و اشخاص نره. دومی که مبلغ در همچه حالاتی که ما مشکلات امنیتی را داریم، نمی خود کابل به کدام رسوالی دور دست رفته میتونن؟ آیا با موسیحی مبالغ رفته میتونن؟ خاک جبا رفته میتونن؟ این خودش نشانده از این است که کمیسیون مستقل انتخابات مثل اطفال واری پروسه را پروسه کاملا نوشتکانه ساخته. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات از میان 23 میلیون دلار بودجه نامنویسی تقویتی 5 میلیون دلار آن را هزینه آگاهی دهی عامه برای انتخابات ریاست جمهوری کرده است. برای تمام آگاهی‌نامه ما برای ثبت نام تقویتی ما در حدود 400 میلیون افغانی بودجه داریم که این را معاش و بلبوردها و اعلانات و همه چیز در بر میگیره و این بودجه ما در ثبت نام تقویتی به مصرف میرسه. روند نامنویسی تقویتی رای دهندگان در سراسر افغانستان 20 روز ادامه خواهد داشت و کمیسیون مستقل انتخابات در انتظار نامنویسی 2 میلیون شهروند دیگر در کشور است.
در حالی که رئیس جمهور از وصل افغانستان به منطقه و جهان سخن میزد، اما بازار میوه های افغانستان نشان میدهد که بهای میوه های تازه کشور برزش یک افغانی و دو افغانی فی کیلو شده است. و تازگی کشاورزان در فراه گفتند فی کیلو بامیه، رومی، بادرنگ و تربوز از یک تا سه افغانی رسیده است. بازرگانان میگویند نبود بازار بیرونی و سردخانه سبب شده است که بهای میوه های تازه به گونه بی پیشینه کاهش بیابد. خالد نگزاد این گزارش را تهیه کرده. امروز ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشاءالله درست 5 سال پیش رئیس جمهور از اتصال افغانستان به منطقه و جهان سخن گفت. امروز افغانستان متوسل است. اما اکنون که فصل میوه ها و ترکاریجات افغانستان به حاصل آمده است، به بهای ناچیز به فروش می رسد. چنان که 1 کیلو تربوز در فرا به 1 افغانی و 2 کیلو بامیه، رومی و یا بادرنگ در فرا از 1 تا 3 افغانی به فروش می رسد. علت آن هم نبود سردخانه ها و انتقال نیافتن آنها به بازارهای منطقه و جهان گفته می شود. کلا ارزون شده، خیلی ارزون شده. از این بیشتر دیگه مفته. فهمیدی؟ در همین حال شماری از فروشندگان میوه تازه در کابل حکومت را انتقاد میکنند، زیرا میگویند که نه سردخانه میاری برای نگهداری میوه هاست و نه بازار بیرونی برای صادرات آن. حکومت متوجه نداره، سردخانه مجهز نداریم. دیگه میوه ما که میرسد مجبور هستیم جنسی که به 100 افغانی قیمت داره به 20 افغانی بیادر. اگر دو روز نگاه کنیم او تلف میشه، ضایع میشه، هیچ از او نتیجه برداشت نمیکنیم. یک جنسی که میکنیم مجبور هستیم امورا به مو روز به مو ساعت بیادر به 50 افغانی بفروشیم. فابریکای میاری و استاندارد ساخته شود تا زارین ما، دیقانای ما، باغدارای ما از همین میوه خود نگهداری کرده بتانند تا بازار مناسب پیدا شود و به فروش برسانند. اتاق تجارت هرچند این مشکل را میپذیرد، اما تاکید دارد که تلاش ها برای ایجاد بازارهای مناسب برای فروش میوه های افغانستان به بیرون از کشور ادامه دارد. یک موضوع موقتی است، انشاءالله به زودی حل میشه. ما تلاش های خود اتاق تجارت صنایع افغانستان کرده تا اینکه ایره به صادراتش بپردازند. به باور آگاهان اقتصادی و کشاورزان، اگر حکومت برای ساخت سردخانه های میاری و بازارهای مناسب برای نگهداری محصولات زراعتی و میوه های تازه اقدام نکند، این کار سبب خواهد شد تا کشاورزان به جای بذر خوراکه کوکنار بکارند. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش بیشتر از هر کشور دیگر علاقه‌مند کمک بر روند صلح افغانستان است. عمران خان تاکید می‌ورزد که نباید پاکستان مقصر اشتباهات راهبرد آمریکا برای صلح افغانستان پنداشته شود. در همین حال ریاست جمهوری هرچند اجندای سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان را پنهان نگه می‌دارد، اما منابع می‌گویند که رئیس جمهور غنی در این سفر روی 4 مورد از جمله صلح با مقام‌های سیاسی و نظامی پاکستان رایزنی خواهد کرد. کابل، اسلام آباد، دو همسایه به هم نزدیک اما ناراست از یکدیگر. قرار است رئیس جمهور غنی به تاریخ 6 ماه سرطان به دعوت نخست وزیر پاکستان به آن کشور سفر کند. سفری که انتظار می رود یخهای بی‌اعتمادی میان دو طرف آب شود و پاکستان از نفوذش بر طالبان کار بگیرد و این گروه را وادار به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان بسازد. متاسفانه فکر می کنم که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان بوده است. پاکستان باید در برابر کسانی که مانع صلح می شد می جنگید و برای آوردن صلح دوامدار به افغانستان کمک می کرد. ریاست جمهوری هرچند آجندای سفر آقای غنی به پاکستان را پنهان نگه می دارد، اما منابع می گویند که دو طرف روی 4 مورد از جمله روند صلح توافقنامه های به امضا برسانند. در این میان نخست وزیر پاکستان هم میگوید که کشورش بیشترین دلچسپی را برای کمک به صلح افغانستان دارد. اگر در جهان یک کشور خواهان صلح در افغانستان باشد، او کشور پاکستان است. اگر افغانستان بی‌ثبات شود، ما بیشترین ضرر را خواهیم دید. مقصر دانستن پاکستان از بابت رج و مرج در افغانستان بی‌انصافی است. این چیزی است که برای احمق ساختن مردم آمریکا به کار برده می شود. فکر نکنم چی طالبان دی در اشرف غنی سرکشین. طالبان دا وای چمر د مطلق حکومت د سری سره
مذاکرات په باب نکشینو درې سم جمهور سره خو بیخ نکشینی تر هغه وخت پوری چې د خارجانو د وتلو خبره خلاصوي نه وي طالبان د افغانستان د حکومت ته چا سره کشینی نه نو زه فکر نه کوم چې د اشرف غنی سره کشینی در کابل باورها این هستند که پاکستان هنوز راهبردش در برابر افغانستان را تغییر نداده و هنوز در کمک بر روند صلح افغانستان صادق نیست. و تفاهم رسیدن ای به نفع افغانستان است. برای اینکه بخوایم یا نخواهیم گروه طالبانی که در اونجا زندگی میکنن و هیچ امکان نداره که اونا متاثر نباشن از سیاستهای پاکستان. این در حالی است که اخیراً زلمه خلیلزاد در دور هفتم سفرش به کشورهای جهان و منطقه به پاکستان رفت و از نقش این کشور برای صلح افغانستان قدردانی کرد. دوباره خوش آمدید. تاجکنید به چند خبر کوتاه از جهان. گروه مخالف حکومت در سودان شماری از کارکنان فرودگاه ها، بانک ها و شرکت های برق را گروگان گرفته است. گفته می شود که این گروگانگیری در آستانه اعتصاب گسترده در برابر حکومت نظامی ها صورت گرفته است. انجمن کار سودان مهمترین گروه مخالف در این کشورند که مقام های دولتی، نظامیان و کارکنان اداری را تهدید کرده است. شورای نظامی انتقالی سودان که زمام امور را در این کشور در دست دارد تا کنون اظهار نظر در این مورد نکرده است. حوثی های یمن می گویند که مراکز نظامی عربستان سعودی را مورد هدف قرار دادند. رسانه های یمن به نقل از منابع نظامی این گروه گفته است که هواپیماهای نظامی گروه حوثی ها شماری از مراکز نظامی عربستان سعودی را در فرودگاه شهر جیزان مورد حمله قرار داده و خساراتی به آن وارد کرده است. گفته می شود این حمله به هدف جلوگیری از عملیات تهاجمی ائتلاف به رهبری عربستان به موازی حوثی ها انجام شده است. در این حمله 5 تن از نیروهای ائتلاف کشته شده و تاکنون عربستان سعودی کدام واکنشی در این مورد نشان نداده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید که شورشیان ضد حکومت بر نیروهای حکومت سوریه در ولایت هما حمله کردند. این گروه در بیانیه گفته است که در جریان درگیری ها در دو روز گذشته 167 تن کشته شدند. گفته می شود که در این حمله شورشیان از سلاح‌های سنگین استفاده کرده و حتی یک موتر پر از مواد انفجاری را نیز منفجر کردند. با خبر اقتصادی خوش آمدید. قاچاق دلار به بیرون از کشور علت اصلی کاهش ارزش بهای افغانی است. وزارت امور داخله از ضبط 1,800,000 اسعار خارجی در حال قاچاق در یک سال اخیر خبر می‌دهد. معاونیت ارشد امنیتی این وزارت با ابراز این مطلب می‌گوید همان گونه که بخش‌های زیادی از مرزها بر روی حراس افغانان باز است، قاچاق پول نیز از این بخش‌ها صورت می‌گیرد. در همین حال معاون اول مجلس سنا تأکید می‌ورزد که حکومت مکلف است تا جلو قاچاق پول را به بیرون از کشور بگیرد، زیرا این چالش ثبات پول افغانی را صدمه. افغانستان به اندازه بسیار زیاد یک کشور مصرفی است و رقم بسیار کم تولیدات دارد. سرپرست وزارت مالیه میگوید برای رسیدن به خودکفایی حکومت افغانستان نخستین بسته سرمایه گذاری را تا 8 ماه دیگر به ارزش 8.7 میلیارد دلار عملی خواهد کرد. یک بسته 8.7 میلیارد دلار است. قسمت زیادش در زراعت است. تقریبا 5.5 در زراعت است، یک قسمت دیگه در موضوع برق است، 1.3 میلیارد دلار و 1.7 میلیارد هم در قسمت ساختن خانه‌های قابل استطاعت به مردم خواهد بود. وی می‌افزاید که در نشست با صندوق وجهی بین المللی پول این نهاد کارکردهای افغانستان در بخش‌های اصلاح گمرکات، بانکداری، عواید، جمع‌آوری مالیات و مبارزه با فساد را مورد ستایش قرار داده و اکنون افغانستان می‌تواند برای عملی نمودن پروژه‌های زیربنایی قرضه دریافت کند. در قسمت جمع‌آوری عواید، اصلاحات گمرکی، شفافیت در مصرف بودجه، تغییرات مثبت در سکتور بانکداری، مبارزه علیه فساد و غیره ای از طرف زنان بسیار تمجید شد و زمن قدردانی خود یک نوت بسیار خوبه راجع به افغانستان اونا ذکر کردن. سرپرست وزارت مالیه می افزاید که در نشست ناتو که در روز نخست عید در بروکسل دایر شد
اعضای این سازمان اعلام کردند که به کمک هایشان به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 و فراتر از آن ادامه خواهد داد. تشکر کنید به نرخ شما از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 79 افغانی و 70 پول، یک یورو 89 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 55 پول. هزار تومان ایرانی 6 افغانی، هزار روپیه پاکستانی 537 افغانی و هزار روپیه هندی 1130 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. جلال‌آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. تشکر از امروزتون با خبرهای آریانا.